افزایش جانباختگان فاجعه کرونا به 10900 نفر در 219 شهر ایران خانم مریم رجوی اخراج پزشکان بدون مرز از اصفهان مبین اصرار آخوندها در ادامه پنهانکاری مجرمانه به ویژه در مورد آمار جانباختگان است سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز سهشنبه پنجم فروردین 1399 اعلام کرد آمار جان باختگان ویروس کرونا در 219 شهر کشور از 10900 نفر بیشتر شده است. شمار قربانیان در گیلان لا اقل 1050 نفر، در خراسان رضوی 900 نفر، در مازندران 820 نفر، در گلستان 570 نفر، در یزد 152 و و نفر و در خراسان شمالی 28 نفر میباشد. که آمار سایر به آن افسوده می شود. امروز نماینده ی وزارت بهداشت رژیم آخوندی در گزارش روزانه خود که مملو از دروغ است از آن کرد که آمار مرگومیر در تهران رشد 13 درصدی دارد و گفت در 24 ساعت گذشته 1762 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که بالاترین افزایش اعلام شده ی روزانه از ابتدا تا کنون است. علیرضا زالی گرداننده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز گذشته گفت آمار مبتلایان و مرگ بیماران فراتر از گمان زنی های قبلی است و یک بازنویسی مجدد در سناریو ضروری است. عبدالکریم حسین زاده عضو مجلس ارتجا در نامه‌ای به رئیس این مجلس نوشت ایران با یک فاجعه تاریخی و انسانی چند گام بیشتر فاصله ندارد نمایندگانی مثل من هم از التماس برای قرنطینه و انجام سایر امور ضروری خسته شده ایم و امیدی هم به اقدام قاطع و مؤثر نداریم تا دیر نشده هر چه سریعتر با تصویب سفوریت تعطیدی کامل کشور به مدت یک ماه کامل جان هموطنان را در برابر ویروس مهلک کرونا محافظت کنیم در همین حال رژیم آخوندی تیم پزشکان بدون مرز را که با نه پزشک متخصص و دو هواپیما تجهیزات برای ایجاد یک بیمارستان صحرایی به اصفهان رفته بود از ایران اخراج کرد تا جهان از ابعاد واقعی مبتلایان به کرونا و جان باختگان مطلع نشود و پنهانکاری ها و بی های رژیم فاش نگردد علیرضا وهابزاده مشاور وزیر بهداشت رژیم و قیهانه در این باره نوشت با اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و نیز استفاده از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح نیازی به استفاده از ظرفیت نیروهای خارجی نیست خانم مریم رجوی گفت اخراج پزشکان بدون مرز که طبعا با موافقت و هماهنگی قبلی به اصفهان رفته بودند مبین اصرار آخوندها در ادامه پنهانکاری مجرمانه به ویژه در مورد آمار باختگان. و حاکی از این حقیقت است که مشکل اصلی در ایران یک دیکتاتوری فاسد است که جز به حفظ قدرت نمی و جان انسانها برایش هیچ ارزشی ندارد. رژیم تنها کمکهایی را می خواهد که بدون هر نظارتی در خدمت سپاه پاسداران و سردمداران حکومت قرار بگیرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران پنج فروردین 1399